سلام و وقت همه دوستا بخیر. خدا کنه که خوب باشین، جور باشین و صحتمند باشین. ولاگ امروز ما در مورد روتین صبحانه ما، البته فقط روتینی که ما صبحانه دنبال میکنم. دوستای خوب و نازنین، پیش از اینکه ادامه ویدیو رو ببینین، خوش میشم که چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنین و همچنان دکمه زنگوله رو فشار بدین تا از اپلود ویدیوهای جدید باخبر شوین. روزایی که من درس می داشته باشم، هر روز ساعت 6 یا کم وقت‌تر یا بعضی روزا دیرتر از خواب می خیزم. راستش بگویم بعضی روزا اصلا دلم نمیشه که بیدار شوم، تنبلی میکنم یا اینکه حوصله‌ش نمی باشه، چون دو جان دندان میکشن، آرام خوی میکنم، مام خوام که بوره نشوه دیگه، چندان خوشخوی نمی باشم. ولی بازم می خیزم. بعد از اینکه وضو کردم میرم یکم درس بخونم. صبحانه درس خواندن بر ما یکی به خاطر ازی خوب است که فکرم آرام می باشه، خوب تمرکز کرده می تانم و یکی که وقت می داشته باشم. از طرف روز کوشش می کنم به دیگه کارا رسیدگی بکنم و اگر شد از طرف شب بعد ازی که فلک جان و دعا جان خواب کردن درس می خوانم یا ای که صبح وقت بیدار شدم درس می خوانم، هم فکرم آرام می باشه و هم خوبتر جذب می داشته باشم. در این وقتا بیشتر کوشش می کنم که روی گفتگو تمرکز بکنم، چون 3 هفته بعد امتحانی که دارم بی آینس پروفنگ میگن، زیادتر فوکسشان روی گفتگو است. باید از همه مهارت ها که مهارت گفتگو خوبتر باشه. مامینم این کتابچه که چوچیم همیشه در پیشم می باشه، هر جمله که یا هر کلمه که فکر کنم به دردم می خوره در گفتگوی روزمره یا شاید دیمتیان دیمینجا یاد داشت میکنم شم. روزایی که وقت بیدار شم 1 ساعت، در غیر از اون 1/2 ساعت یا 20 دقیقه درس می خوانم. بعد از او میرم نماز صبح می خوانم. قبل از اینکه مسئولیت مادر بودن سرم بفته اوقدر پابند نبودم راستش به نماز، ولی از وقتی که مادر شدیم کوشش میکنم که این موضوعات جدیتر بگیرم، چون اطفال مادر پدر خدا الگوی خود قرار میدن. بعد از اینکه نماز خواندم صبحانه را آماده میکنم. البته صبحانه را فقط برای فلک جان آماده میکنم، چون ده کودکستانم رای خود میبره. اگر وقت بود خودم بر خود آماده میکنم، اما اگر وقت نشد میبرم امرای خود درس اونجا میخورم. بعد از اینکه خودم آماده کردم و فلک جانم آماده کردم، مردیم و ایستا ایستم ابراهیم، فلک جانم میبرم کودکستان و خودم میرم طرف درس. دو جانم روی پدر جانش تو وقت خانه میباشن دیگه تا که من پس بیایم. کودکستان فلک جان بسیار نزدیک است، فقط روبروی خانه است. 2 دقیقه راست رو میرسانم، باز خودم میرم 1 دقیقه پیاده روی میکنم تا که سرویس بگیرم و گفتی آلمانیا بوس. بعد از او 15 دقیقه را است تا که در درس برسم. 8 الی 10 درس است، 10 الی 10 و نیم باز وقفه داریم. در وقفه باز همراهی صنفی های ما میبراییم، با یک کم آلمانی گپ میزنیم که بریم امتحان آماده شویم. ساعت 12 شد، رخصت شدم و طرف بوسالتشتلک میگه آلمانی ها، طرف ایستگاه سرویس رفتم که از اونجا باید زودتر سرویس بگیرم، اگر نی اگر او را از دست دادم مجبور 1-15 دقیقه دیگه منتظر بشینم. درام امرای شما قصه میکردم، اما پسندیدم که مایک یادم رفته که بگیرم امرای خود و صدای موترهای قصی یاد آمده که گوشایتون اذیت میشد. از خاطر مام وایس اصلی را نماندم، گفتم بیا وایس اوور میکنم. خیلی من که بیچاره وقت رسیدم، امروز سرویس فش بیتون داشت نا وقت آمد. ما منتظر ماندم امینجا تقریبا 23 دقیقه منتظر شیشتم تا که بیایی که جناب صاحب و بازردویش یک جایی آمدن. دوستای خوب و نازنین، ما تقریبا خانه رسیدم. ویدیو را من اینجا خاتمه می بخشم. ای بود از ولاگ روتین تنها صبحانه من. به خاطر دیدن ویدیوهای جدید چنل سابسکرایب کنین و زنگوله یک فشار بدین که از اپلود ویدیوهای نو بخبر باشین. با
دیگه بقیه وقتتان شیک و مقبول و همینطور به دلتان. تشکر که تا ایدم ویدیو را دیدین. اگر خوشتان آمد ویدیو را لایک کنین و به دوستایتان هم شریک بسازین. تا ویدیوی بعدی به هفته آینده انشالله اپلود میکنم. شما را به خداوند یکتا میسپارم. وقتتان خوش، بقیه وقتتان خوش. متوجه خود باشین. خداحافظ.